شنوندگان گرامی، در این بخش از برنامه در آلمان گفتگو میکنیم با آقای بهرام چوبینه، یک پژوهشگر بسیار ژرفکاو. بیش از 30 سال است در آلمان در باب آثار اجتماعی و مذهبی و جامعه مدنی تحقیق میکند. چنان که پیش از این هم عرض کردم، یکی از کارهای ایشون که بسیار توجه برانگیخت دیباچه‌ای بود در بیش از 40 صفحه بر کتاب 23 سال دشتی. اون دقت و موشکافی که در این اثر دشتی دیده بود، در این مقاله‌ای که از اون به عنوان دیباچه یاد کردم، بازتاب یافت. آقای چوبینه عزیز، در ارتباط با اثر دشتی، یعنی این اثری که به حال شگفت‌انگیز بود از اوی، کتاب 23 سال، 3 سوال ازتون دارم امشب. میخواستم دیدگاه های دشتی رو تشریح بفرمایین. اول اینکه دشتی شخصیت حضرت محمد رو در این اثر چگونه وصف کرده؟ چون شما فرمودین که دشتی زبان پاک و بسیار متینی در این نقد به کار برده. علی دشتی روان شاد در کربلا متولد شد. او زبان عربی و فارسی رو به خوبی میدانست و تحصیل کرده حوزه در کربلا و نجف بود. دانش او پیرامون مسائل اسلامی و آثار علمای اسلامی بی نهایت وسیع و غنی بود. دشتی در کتاب خودش، در این کتاب که همه دوستداران دشتی و همه آشنایان دشتی اکنون بعد از انقلاب هم تصدیق میکنن که این کتاب 23 سال اثر علی دشتی هست، در این کتاب سعی میکنه به خرافات مذهبی در جامعه ایران توجه بکنه و این کتاب در حقیقت بیانیست علیه خرافات مذهبی در سطح وسیع کشور ما ایران. البته در این 31 سال اخیر وسعت بیشتری گرفت. دشتی در کمال آرامی سعی میکنه یک نقاشی، یک تصویر امروزی بسیار انسانی از رسول الله تحویل مردم مسلمان ایران بده و در پس حافظه خودش کتاب بزرگ زندگانی عیسی مسیح از ارنست رنان را، نویسنده فرانسوی، زیر نظر داره و در این حال به کتاب امیل لودویگ فرزند آدم توجه داره و توجه او در این هستش که از رسول الله یه چهره قابل قبول و امروزی و انسانی تحویل ما خوانندگان کتابش بده. او معتقده که محمد رسول الله تا 40 سالگی هیچ اثری و هیچ کار مهمی از او در تاریخ ثبت نشده و دیده نشده. یعنی در حقیقت ترسیم میکنه یک طفلی رو که در دامان مادرش به دنیا میاد و بلافاصله مادر از این دنیا میرود. پدرش قبل از تولد او فوت کرده بود و طبیعتاً یه همچین بچه، یه همچین طفلی در اون روزگار عربستان سعودی، اون دمشق و جزیره عربستان و در میان قبایل و طوایف عرب در وضع ناخوشایندی روش و نمو میکنه و تا 40 سالگی هیچ اثر مهمی در آثار اسلامی از او دیده نمیشه. حتی دشتی مستند میکنه که این رسول الله طبق مستندات تاریخ اسلام
که در قرنهای اولیه اسلام از طرف علمای اسلامی نوشته شده، در اونجا هیچ سند علمی و درستی پیدا نمی کنیم که پیرامون این 40 سال گذشته از اولیه رسول الله مطلبی وجود داشته باشه. ولی معتقده که رسول الله به علت اینکه انسان گوشگیر بود، رویایی بود و تخیلات معنوی قوی داشت، به حال در سن 40 سالگی بیان میکنه که برانگیخته هستش و شروع میکنه به تبلیغ عقاید خودش در شبه جزیره عربستان. خود دشتی در مقدمه کتابش چهره رسول الله رو اینچنین ترسیم میکنه، میگه که یکی از حادثه آفرین ترین موجود تاریخ بشریت میشه او رو نام برد و همتراز لنین او رو قلمداد میکنه. یعنی در حقیقت او رو به عنوان یک انسان اجتماعی، یک انسانی که تأثیر اجتماعی در شبه جزیره عربستان داشته، سعی میکنه بشناسانه. به هر حال آنچه که مهم هستش، ما میدونیم که دشتی یک ترسیم بسیار قشنگی در اول کتابش از کودکی رسول الله میکنه و بعدن در مسیر تحقیق و مطالعه در مورد زندگی رسول الله به مسائل مختلفی میپردازه که به زندگی رسول الله ارتباط داره و شخصیت او، که من فکر میکنم هر کسی که فرصت داشته باشه این کتاب را بخونه متوجه میشه که تمام سعی و کوشش روانشاد علی دشتی بر این هست که چهره رسول الله رو از خرافاتی که ملایان در ایران تبلیغ و منتشر می کنند جدا بکنه و یک شخصیت کاملا انسانی به او بده. آقای چوبینه عزیز، بفرمین که دشتی چه تفاوتهایی می بیند میان حضرت محمد در مکه و حضرت محمد در مدینه؟ شادروان دشتی اتفاقا یک جمله‌ای داره در همین کتاب و اون این که اصولا معتقده که 13 سال رسالت رسول الله در مکه بی نهایت صلح‌آمیز و بی نهایت اثر قابل ملموسی در جامعه عرب نگذاشته و طبیعتاً به موعظه پرداخته و مردم مکه رو دعوت کرده به صلح و صفا و آشتی و مروت و غیره. در حقیقت در اونجا یک مصلح اجتماعی هستش در مکه. ولی موقعی که رسول الله به مدینه یا یثرب میره و هجرت میکنه، در اونجا یک شخصیت جدیدی پیدا میکنه که علی دشتی معتقده که از عبای محمد یک انسان جدیدی ظاهر شده، بیرون آمده، که این شخصیت به کلی با زندگانی رسول و اعتقاداتش در مکه متفاوت و به کلی دگرگون شده است. آنچه که مهم هست، در دوران مکه اصولا احکام اسلامی در اونجا نازل نشده، در اونجا گفته نشده، همچنان که گفتم توصیه شده بیشتر به صلح و صفا بین مردم. ولی در مدینه اندیشه های رسول الله برای ساختن یک دنیای بهتر برای عرب، برای یک آینده بزرگ برای عرب از اونجا شروع میشه و برای رسیدن به حکومت و دولت و قدرت برنامه های رو میریزه و مسائل رو پیشنهاد میکنه و توصیه میکنه به عرب که پذیرفته میشه و میبینیم که برای رسیدن به این آرزوها یک فرایض و دستوراتی هم برای مسلمین صادر میکنه که ارتباط زیادی پیدا میکنه، حمله به کاروان تجار قریشی، جنگ و جهاد علیه کفار، در حالی که در قبل در مکه توصیه رسول الله جهاد برای در حقیقت راه خدا بود و اون جهاد معنی جنگ و قتال نمی داشت. ولی در مکه به صورت چشمگیری دشتی آیات قرآنی رو آورده و نقل می کنه اون چیزایی که در مکه گفته شده و آنچه که در مدینه آمده،
و ببینیم که در مدینه کشتن کفار و کشتن مخالفین اسلام و مخالفین خود رسول الله دستورالعمل رسول الله قرار گرفته و مسلمین در اونجا برای رسیدن به قدرت و دولت و حکومت حتی فرمان جهاد داده و حتی در یک مسئله که خیلی بی نهایت تأثیر گذاشته در روحیه مسلمین و اون اینه که موقعی که این دستورات آمده نازل شده و یا گفته شده از طرف رسول الله برای تحریک مردم عرب و برای جذب و جلب آنها قضیه غنیمت و غنایم جنگی رو مطرح کرده و می‌بینیم که در مدینه کشتن کفار و کشتن مخالفین اسلام و مخالفین خود رسول الله دستورالعمل رسول الله قرار گرفته و مسلمین در اونجا برای رسیدن به قدرت و دولت و حکومت حتی فرمان جهاد داده و حتی در یک مسئله که خیلی بی نهایت تأثیر گذاشته در روحیه مسلمین و اون اینه که موقعی که این دستورات آمده نازل شده و یا گفته شده از طرف رسول الله برای تحریک مردم عرب و برای جذب و جلب آنها قضیه غنیمت و غنایم جنگی رو مطرح کرده این غنایم جنگی سبب شده که عده زیادی از مهاجران عرب از سراسر شبه جزیره عربستان به سوی مدینه برن و برای رسیدن به غنیمت و غنایم جنگی بجنگند در این قضیه غنیمت فراموش نکنیم که رسول الله خودش سهم می برد و خمس یا بگیم یک پنجم غنایم جنگی سهم خود رسول الله از این جهاد و جنگ و حمله به کاروانهای تجار قریشی بوده آنچه که مهم هستش تمام علمای اسلامی معتقد هستند که موقعی که غنایم جنگی به نزد رسول الله آورده می شد او در نخست بهترینش را برای خودش انتخاب می کرد و بعد بقیه رو بین جنگجویانی که در جنگ شرکت کرده بودند و یا اونهایی که در کنارش بودند و از بزرگان اسلام به شما می رفتند سهمی از غنایم جنگی می گرفتند مسئله غنایم جنگی یکی از اساسی ترین و مهمترین عامل اساسی قدرت گرفتن اصولا اسلام در شبه جزیره عربستان است و سپس علت اساسی حمله به کشورهای ثروتمند اطراف شبه جزیره عربستان بفهمید که حضرت محمد در جهش به سوی قدرت چه سیاست هایی به کار برد؟ در نخست رسول الله احکام جهاد و قتل کفار رو به نام خداوند و به عنوان نزول وحی آورد و مسلمین رو تحریک کرد که به کاروانهای قریشیان که عملا مسلمان نبودن و کفار به شما می رفتن حمله کنند. در بعضی موارد طبق رسوم آن زمان عرب در ایام محرم که اصولا عرب جنگ نمی کردند و این مدت 4 ماه 10 سال بود انجام می گرفت که مورد اعتراض قریشیان به دیگر اعراب قرار می گرفت این کارها گرفتن این جهاد و حمله کردن به کاروانها و طوایف عربی که ظاهرن اسلام نیاورده بودند و ظاهرن علیه رسول الله و یا مسلمین کارهایی می کردن آغاز شد بعد از اینکه این دزدی ها و این مال ربایی های اولیه شروع شد رسول الله تصمیم گرفت که مدینه به اطراف مدینه به کلی در انصار مسلمین بیاد این سرزمین سرزمینی بود که طوایف و قبایل مختلف یهودی در اونجا زندگی می کردند و به بهانه های واهی تمامی قبایل و طوایفی که از یهودیان در یثرب وجود داشتند همه اینها قتل عام شدند اموال اینها مقدارش به خود رسول الله رسید و زنان و بچه های اینها یکیشو خود رسول الله برداشت و دیگران را بین جهادگران اسلامی مسلمان و اعرابی که
همراه او بودند و مسلم به شمار می رفتند تقسیم کرد. این شروع و آغاز جهش در حقیقت اسلام هستش برای رسیدن به مال، ثروت، قدرت و سرکوب دیگر اندیشان و یا بگیم کفار و مشرکین. آغاز این جهش به سوی قدرت با جنگ و قتال و با جهاد علیه کفار شروع میشه. آنچه که مهم هستش احکام دیگری در همین دوران به وجود آمده، نازل شده و گفته شده از طرف رسول الله که اونها هم مبانی و پایه‌های قدرت مسلمین رو در شبه جزیره عربستان و بعدها هم در فتوحاتی که در کشورهای دیگر غیر عربی کردند استوار کرد و استحکام بخشید. با اون قضیه هم غنیمت و هم جزیه هستش. تمام کسانی که اسلام نمی آورده باید به مسلمین جزیه می دادن و جزیه دادن یکی از مسائلی بود که تا نیمه قرن 13 هجری در ایران رایج بود. به طور مثال تا اواخر دوران صفویه شهر سمنان هنوز سنی نشین بود و به دولت صفویه جزیه می داد هر سال. اینها به علت بیچارگی و مفلوک بودن زندگیشون و عدم توانایی پرداخت این جزیه مجبور شدن که برند به دربار صفویه و سلطان صفوی و اونجا قبول تشیع رو بکنن تا از دادن جزیه به اصطلاح محروم بشن. خلاص استوار شدن به استقامت یافتن بعدها امپراتوری اسلامی بیشتر به عقیده علمای اسلامی و به عقیده علی دشتی، اتفاقا همین قضیه غنایم جنگی و جزیه بود است. پس می توانیم بگیم که برای جهش به قدرت و ایجاد منابع مالی برای استحکام این قدرت طرح بسیار زیرکانه‌ای بوده که رسول الله حالا این رو به عنوان وحی به مسلمین داده و یا می توانیم بگوییم که نقشه و طرح بسیار زیرکانه‌ای بوده از طرف رسول الله برای ساختن یک امپراتوری بزرگ اسلامی. بعضی از نویسندگان و دانشمندان غربی معتقدند که رسول الله با بیان این احکام غنیمت و جزیه و قتال و جهاد در حقیقت یک شرکت سهامی به نام اسلام ایجاد شده که یک پای اون رسول الله بوده که سهمی برده و یک پای دیگه اون جهادگرانی بودن که برای رسول الله جهاد میکردن و این غنایم و جزیه ها رو گردآوری میکردن. نام یک شرکت سهامی دادن به این به اسلام و اونها نامش رو شرکت سهامی اسلام میگذارن یکی از طنزهای تحقیق و بررسی در مورد اسلام هستش. آنچه که مهم هستش در همین مکه و در استحکام این قدرت مسلمانان قوانین دیگه‌ای آمده که در اونها حقوق مسلمین به مراتب از غیر مسلمین بالاتره و برای این که در احکام قصاص به اونها برمیخوریم به این احکام قصاص اکنون در جمهوری اسلامی دوباره زنده شده و اجرا میشه. در اونجا اقلیت‌های مذهبی اصولا در زمان رسول الله هیچ گونه حقوقی نداشتن و در احکام قصاص به خوبی مشاهده میشه. آنچه که مهمه رسول الله برای استحکام این قدرت سیاسی دینی یک سازمان‌های متعددی رو به وجود آورده بود. برای اینکه لشکری داشته باشه به مسائل اقتصادی که همون غنیمت و غنایم جنگی و جزیه ارتباط پیدا میکنه در اونجا به مسائل اقتصادی یا بخش اقتصادی این قدرت و حکومت اسلامی توجه کرد. برای رسیدن به این قدرت به مسائل دیگه هم رسول الله توجه داشته و اون اینه که برخی از علمای اسلامی معتقد هستند که رسول الله یک سیستم جاسوسی هم بین اعراب ایجاد کرده بوده و حتی نام این سازمان مخوف را، رئیس این سازمان مخوف را عباس میشناسن، عباس عموی خود پیغمبر، زیرا او سالها در مکه
زندگی میکرد، به ظاهر میگو من مسلمان نیستم، ولی تمام اخبار و حرکات و تحرکاتی که در مکه انجام میگه و قریشیان علیه رسول الله انجام میدن، این به گوش رسول الله میرسه. برخی از مورخین اسلامی نام تازه مسلمانان یهودی را بردن، مثلا یاد میکنن از یک برادر و خواهری که اینها در ظاهر یهودی مانده بودن ولی در باطن مسلمان شده بودن و برای رسول الله خبرچینی میکردن. نام اینها هم حتی برده شده، فقط رسول الله نام این افراد میدانست. مورخین اسلامی توجه به این قضیه دارن که این سازمان مخوف جاسوسی رسول الله آنچنان پیچیده بود و آنچنان مستقیم با خود رسول الله ارتباط داشت که مورخی نتوانستن نام های زیادی پیدا کنند. برای همگی تایید میکنن این وجود این سازمان جاسوسی رو. ما جلوه این نوع سازمان های جاسوسی صدر اسلام رو اکنون در سازمان های اطلاعاتی که در جمهوری اسلامی وجود داره رو میتونیم ببینیم. خمینی میگفت که ما میخواهیم به صدر اسلام برگردیم، در حقیقت توجه او بیشتر بر سر همین مسائل بود که اکنون برای شما از صدر اسلام و نقش خود رسول الله در ایجاد حکومت اسلامی بیان کردم. ما جلوه این نوع سازمان های جاسوسی صدر اسلام رو اکنون در سازمان های اطلاعاتی که در جمهوری اسلامی وجود داره رو میتونیم ببینیم. خمینی میگفت که ما میخواهیم به صدر اسلام برگردیم، در حقیقت توجه او بیشتر بر سر همین مسائل بود که اکنون برای شما از صدر اسلام و نقش خود رسول الله در ایجاد حکومت اسلامی بیان کردم. آقای چوبینه، برخی میگویند که اسلام گفته از کفار را بکشید، ولی برخی میگویند وقتی در قرآن آمده است که قاتلوهن، نه یعنی با کفار مبارزه کنیم، ولی اونجا که میگه اقتلو یعنی بکشید، درسته؟ البته. ببینید، اتفاقا شادوان دشتی در فصل بسیار جالب کتابش که همون جهش به سوی قدرت باشه به مسائل مختلف اشاره میکنه، از جمله تفاوت فاحش دستورات رسول الله در مکه و بعد در مدینه هستش. در سوره های مکی هیچ گونه ما لغتی واژه‌ای از قتال و کشتار و کشتن نمی بینیم، در حالی که در سوره هایی که در مدینه نازل شدند و در آیات اونها به مراتب یعنی بی نهایت فراوان دستور کشتار آمده است. کسانی که انکار می کنند این واقعیت رو میل دارن یک چهره صلح‌آمیزی از اسلام بسازن. ایرادی که بر اینها گرفته میشه این هستش بعد من که اینها بد نیست صادقانه بگوین که رسول الله در زمانی که قدرت پیدا کرد، در زمانی که طوایف و اقوام مختلف یهودی رو از بین برد و قتل عام کرد که شریعتی هم در کتابش آورده و من نقل کردم در مقدمه 23 سال، در یک روز رسول الله می نشینه و جلوی او 700 یهودی رو می کشن و جلوی او به خاک ریز می اندازن و خاک روی اونها می ریزند و ایشان بلند می شن بدون اینکه تغییری در قیافه ایشان دیده باشند. آنچه که مهم هست مثل یک قتال و کشتن مشرکین اصلا فرض هستش در اسلام، این حکم اسلامه، یعنی یک فرد مسلمان مؤمن بر او حکم هستش که باید علیه مشرکین جهاد بکنه و آنها را به قتل برسانه. این فریضه است برای او. طبیعی است موقعی که قدرت اسلامی این احکام به دست یک دولت اسلامی و حکومت اسلامی میرسه یک فرض حکومتی میشه. خود رسول الله برای این که این اندیشه اسلامی لطمه نبینه تمام مخالفین خودش رو به وسیله کسانی که از یاران نزدیکش بودند
پنهانی فرستاد و اونها رو به قتل رساندند. حتی در آثار اسلامی این قضیه اصلا بحث شده و در موردش صحبت شده و موقعی که رسول الله دستور داده و در سیره ابن هشام و طبری به این وقایع هم اشاره شده و آمده و اینها کتاب‌هایی است که در قرون اولی اسلام نوشته شده. موقعی که تروریست های اسلامی میرن پیش رسول الله و میگوین شما به ما این فرمان رو دادید که به طور مثال ما یکی از مخالفین شما رو کعب ابن اشرف رو به قتل برسانیم، ما برای این کار مجبور هستیم که در ظاهر به عنوان دوست او به اون نزدیک بشیم و دروغ بگیم و دین خودمون رو انکار بکنیم، برای اینکه کعب ابن اشرف مسلمان نبود و اینا مجبور بودن خودشون رو در زمره کفار نشان بدن و حرف های کعب ابن اشرف رو تایید بکنن، یعنی کفرگویی بکنن. جالب اینجاست که ابن شام در کتابش سیره ابن شام میگه که رسول الله به این افراد گفته که از اونجا که شما ناچار هستید مسائلی رو بر زبان بیارید که برخلاف عقیده دینی شما هستش، ولی هیچ نگران نباشید. بعد بهشون توصیه میکنه هر چه میخواهید بگوید زیرا که برای شما جایز است و الله میخواهد. خب در زمان خود رسول الله و در زمان حیات خود رسول الله ترورهای سیاسی وجود داشته و انجام میگرفته و چندین ترور سیاسی رو مورخین اسلامی نقل کردن. با همین روش و با همین سیستم میتوان گفت در خارج از کشور و در خود ایران در 30 سال اخیر ترورهای سیاسی انجام گرفته که شاید مشهورترین آن قتل دکتر شاپور بختیار هستش که روان شاد بود. قاتلین او همه اینها ابراز میکردند که دوستدار مبارزات دکتر شاپور بختیار هستند و در لباس بسیار مبارزین و تلاشگران سیاسی علیه جمهوری اسلامی خودشون رو وانمود میکردن. پس الگوبرداری از زندگی رسول الله در زمان کنونی، یعنی در 30 سال اخیر، در 31 سال اخیر به طور مرتب وجود داشته و انجام گرفته. قتل‌های زیادی در ایران انجام گرفته. من فکر میکنم جناب مهری عزیز اگر روزی اسناد و مدارکی که در ایران وجود داره و پنهان و سری هستش اینها منتشر بشه، ایرانی ها باور نخواهند کرد که چه مقدار جنایت به چه مقدار لعامت در این جمهوری اسلامی وجود داشته و سران این جمهوری اسلامی چه مقدار به کثافت فکری گرفتار بودند. من میدانم تنها احساس من نیست، بلکه آنچه که ما در اسناد و مدارک از ایران اینجا دریافت میکنیم و میشنویم، اخبار مسائل ایران تجزیه و تحلیل میکنیم، متوجه این میشیم که دامنه ظلم و شقاوت این رژیم بی نهایت وسیع استش. من فکر میکنم مورخین آینده خواهند گفت چنگیز خان و هوراکو خان مغول این مقدار جنایت در ایران نکردند که ملایان در سالهای حکومت اسلامی در ایران انجام داده و متاسفانه با کارهایی که اکنون میکنن احتمال آن میره که دامنه این جنایات خیلی وسیع‌تر از آن بشه که ما میتوانیم اصلا تصورش را بکنیم. خیلی سپاسگزاری میکنم آقای چوبین عزیز، امیدوارم که در آینده نزدیک باز هم بتوانیم با هم گفتگو کنیم درباره دیگر آثار شما. شنوندگان گرامی، 23 سال رو میتوانید در اینترنت به فارسی و همچنین به انگلیسی بخوانید. کافی است اون نام 23 سال یا نام علی دشتی یا نام آقای بهرام چوبینه را گوگل کنید یا هر سه را با هم، اون وقت می توانید 23 سال فارسی رو با مقدمه مفصل آقای چوبینه بخوانید. با
بار دیگر از شما سپاسگزاری میکنم. من هم از شما سپاسگزار هستم و برای ملت ایران پیروزی آرزو میکنم. درود بر شما شنوندگان گرامی، شب روز شما خوش. چهره های روز، گفته های روز، مهره های روز، چهره ها، گفته ها، مهره ها با مهری.